خب بعد از اینکه فهمیدیم فرایند در واقع استراتژی چی هست و فهمیدیم تحلیل تدوین و اجرا و تغییره به تحلیل تدوین و اجرا هست، بهتره که راجع به ویژگی های تصمیم استراتژیک ذره بیشتر و بهتر فکر کنیم تا بتونیم باز مسئله برامون روشن‌تر بشه. ببینید میگن تصمیم استراتژیک چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که اون تصمیم مهمه. ویژگی دومش اینه که حجم زیادی از منابع به خودش تخصیص میده و ویژگی سوم اینه که با آسونی برگشت پذیر نیست. پس مهمه، حجم زیادی از منابع به خودش تخصیص میده و با آسونی برگشت پذیر نیست. ببین مثلا تصمیم هسته‌ای تو ایران مهمه، قطعا مهمه. حجم زیادی از منابع به خودش تخصیص میده، خیلی منابع، بالاخره کلی مذاکره شد، کلی حالا برای تحریم اتفاق افتاد، خیلی اتفاق، یعنی منابع خیلی زیادی، چه از بعد سیاسی چه از بعد اجتماعی. اما بس چند نتونستیم بگیم ای من ببخشید ما اشتباه کردیم، چون بالاخره این همه در واقع کارهای نظامی شد یا به هر حال. و اگر بگیم یعنی کلی کاست دادیم، هزینه دادیم، یعنی به آسونی برگشت پذیر نیست. تصمیمات استراتژیک معمولا این ویژگی ها رو دارن. مثلا فرض کنیم ما داریم راجع به بانک ملت حرف میزنیم، یعنی یونیورسال بانکینگ، یعنی لااقل یه پروژه 10-20 میلیاردی، ولو اینکه حتی میتونه بیشتر هم باشه. تمام سیستم‌های مالی اونجا دگرگون شد، به جای اینکه بر حسب شعبه باشه بر حسب مشتری شد. خیلی اتفاقات توی بانک ملت افتاد، مثلا چند تا بیمه رو خریدن، چند تا کارگزاری، چند تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، چون می‌خواد یونیورسال بانکینگ رو راه کنه. کلی با دوره آموزشی بذارن راجع به اینکه اصلا یونیورسال بانکینگ چی هست، به پرسنل آموزش بدن، نیروهای تازه استخدام بکنن، بدنه تغییر بکنه، مدیر آموزش ببینن، کلی مدیر رو فرستادن انگلیس، لندن راجع به اینکه بدونن حالا یونیورسال بانکینگ چیه، مشاور گرفتن، یه پروژه 5 ساله. میتونن وسطش بگن اینکه ببخشید، یعنی اگه بگن اینکه نشه، هزینه خیلی زیادی داره، به آسونی برگشت پذیر نیست. منتها یه نکته خیلی کلیدی و مهمی که اینجا وجود داره، خب این مهم چیه؟ این مهم ذره گنگه اینجا. چه تصمیمی اصولا مهمه؟ چه تصمیمی حجم زیادی از در واقع منابع به خودش اختصاص میده و با آسونی برگشت پذیر نیست؟ این مهم یه ذره نسبت به اونای دیگه گنگ تره. ببینید مهم، وقتی ما داریم راجع به مهم صحبت میکنیم، مهم برای این که برای من مهمه خیلی فرق داره. ببینید الان مثلا توی آمریکا تو 10 سال، تمام از سال 2000 تا 2010 همه بانک‌ها شروع کردن با هم دیگه ادغام شدن. این بانک اونو خرید، اون بانک اینو خرید. یه موجی از خرید و ادغام اتفاق افتاد. ادغام یعنی دو تا بانک بشن یه بانک. خب الان یه شرکتی که میخواد مثلا فرض کن یه بانکی، فرض کن سال 2010 هستیم، همه بانک‌ها با هم دیگه در واقع ادغام شدن، یه بانکی هم بیاد این کارو انجام بده. اگرچه کار خیلی خیلی سختیه ادغام شدن، ولی سود مازاد ایجاد نمیکنه. یعنی برای شما ظاهر قضیه اینه که برای شما انگار مهمه، ولی واقعا سود مازاد ایجاد نمیکنه. یعنی خیلی وقتا ما میگیم مهم، یعنی اکسترنال، یعنی از طریق بیرون اِوالوییت میشه. یعنی مهم نیستش که برای شما مهمه یا نه، برای شما سخته یا نه، آیا برای شما سود مازاد ایجاد میکنه. یعنی وقتی یه کاری که همه انجام دادن، همه اومدن، همه ادغام شدن، همه اون کارو کردن، شما هم بدون کارو بکنه، تازه الان انگار عقب موندگی تو جبران کردی، این کار ویژه ای نکردی. درسته که ظاهر قضیه اینه که برای تو مهمه، ولی واقعا مهم نیست. یعنی مهم بودن رو جیب من تشخیص نمیده، مهم بودن رو من تشخیص نمیدم، مهم بودن رو انگار مارکت داره تشخیص میده. یعنی خیلی از کارهایی که الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم، مثلا فرض کن الان همین یونیورسال بانکینگ که تو این مثالی که وجود داشت با هم دیگه صحبت میکردیم که بانک ملت وجود داره، مثلا فرض کن 10 سال دیگه همه بانک‌ها بشن یونیورسال بانکینگ، یه دفعه بانک سپهر بخواد بشه یونیورسال بانکینگ تو اونجا، وقتی همه به هم شبیه شدن، حالا بانک سپهر مثلا بعد از 10 سال بخواد بشه یونیورسال بانکینگ، بانک سپهر ممکنه خیلی اذیت بشه، ولی سود مازاد گیرش نمیاد. یعنی خیلی وقتا خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم فکر میکنیم برای ما مهمه و واقعا هم برای شما سخت و مهمه، چون به جیب شما خیلی فشار میاد، اما در عمل اتفاقی که داره میفته اینه که برای شما سود مازاد ایجاد نمیکنه.